آیا برنامه حضور فیگو در ایران مشخص هست؟ من خاطرم نیست. قبلا هم ستاره از فوتبال اومده بود برای تبلیغات به ایران یا نه؟ کوروش، درباره برنامه ستاره پیشین رئال مادرید و بارسلون هیچ اطلاعی الان در دسترس نیست. الان خود فیگو وقتی وارد ایران شد هیچ صحبتی با خبرنگاران نداشت. دعوت کننده های فیگو هم هیچ اطلاعاتی در اختیار خبرنگاران قرار ندادن و تنها فیگو تو فرودگاه گفته بود که حضورش در تهران به دلیل مسائل اقتصادی نه فوتبال. طبق رسم استقبال ایرانی از ستاره فوتبال تو این چند سال، خبرنگاران و همراهان تا دم در اتاق فیگو در هتلش تعقیبش کردن و یه عده از این رسانه‌های رانتی اینترنتی هم داشتن رقابت می‌کردن که مسابقه فوتبالی با فیگو در تهران داشته باشن که مثل که موفق نشدن تا الان. این چیزی که تا الان ازش خبر داریم. اما خود فیگو خب دو بار قبلا به ایران اومده بود. یه بار برای انجام یه بازی دوستانه ستارگان فوتبال جهان با تیم ایران 6 شهریور 1394، یه بار هم 10 آذر 1396 که میهمان برنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود برای قرعه‌کشی جام جهانی 2018 روسیه. قبل از سفر اخیرش که دیشب وارد ایران شده، فیگو تو صفحه اینستاگرامش پیام میده که قصد داره دوباره به ایران بیاد و گفته شده که دلیل حضور لوئیس فیگو در ایران، اونجوری که خبرگزاری ایران گزارش دادن، تبلیغات شرکت لبنتی هست. خب استفاده از ستارگان ورزشی در تبلیغ محصولات تجاری خب یه امر مرسوم دنیا هست و چیز خاصی نیست، ولی اون چه که در مورد ایران اتفاق میفته بهره برداری های سیاسی یا رانتی هست، مثل اون چیزی که در زمان صدام حسین تو عراق خیلی اتفاق افتاد. پیشترم خب شاهد حضور اون ستاره های فوتبال اروپا تو ایران بودیم، کوروش، مثلا ساموئل اتئو، کارلوس پویول و خود این لوئیس فیگو برای تبلیغ اون زمان در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای تبلیغ امنیت در جمهوری اسلامی تو برنامه‌های صدا و سیما حاضر شدن، یا اومدن فرناندو مورینتس 6 سال پیش برای مانور تبلیغاتی جمهوری اسلامی نشون دادن بی اثر بودن تحریم‌های آمریکا، مورینتس و رئیس سازمان لالیگا برای تبلیغ همکاری شرکت مخابراتی ایران که MTN ایرانسل هست به ایران اومدن، یه شرکت دولتی سپاهی رانتی که یه سرش میخوره به آفریقای جنوبی که MTN باشه، یه سرش هم به سا ایران که متعلق به وزارت دفاع ایران هست. و به هر حال به دلیل اون تحریم‌های بانکی، یادمون که اون بر علیه ایران بود، بر علیه جمهوری اسلامی، اونا نتونستن به صورت مستقیم پول به لالیگا بدن و مجبور شدن که، یعنی سازمان لیگ فوتبال اسپانیا از طریق شرکت سوری که از طریق اخذ شهروندی این کشورهای حوزه دریای کارائیب با پاسپورتی که از دومینیکا خریده شده بود تونستن از ایران پول دریافت کنن. ولی پر سر و صدا ترین حضور ستارگان فوتبال ایران در ستارگان اروپا در ایران مربوط میشه به 1 سال و 7-8 ماه پیش، وقتی لوتار ماتوس، آندریس برمه و دو تا داور خیلی سرشناس فوتبال جهان، مارکوس مرکو، پیر لوئیجی کولینا، برای تبلیغ باشگاه بدنسازی به شمال تهران در شمال تهران اومده بودن که بعدا معلوم شد باشگاه لاکچری رانتیه، مثلا برای رانتخاراست، آقازاده هاست، یا باشگاه خاصی به قول خودشون گفته بودن برای مدیران حقوق نجومی. اون باشگاهی که به گفته تارورده یکی از مالکان اون دستمزد ماتئوس و دوستدارانش رو به صورت نقدی پرداخت کردن که بهش مالیات ایران و مهمتر مالیات آلمان تعلق نگیره. البته حضور اون موقع حمید استیلی هم سرپرست وقت و سرمربی تیم ملی، دراگون اسکوتیش هم خیلی باسابقه منفی داشت تو اذهان عمومی. به هر حال حضور ستارگان سابق فوتبال اروپا تو ایران با دستمزدهای واقعا کلان برای کمتر از 24 ساعت، حالا چند ده هزار دلار نمیدونیم براش هزینه میکنن، چه برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی باشه یا شرکت های سا ایران و ایرانسل و باشگاه هایی که برای مدیران درست کردن، این شرکت های اقتصادی که رانتخار هستن، به باور بسیاری از ورزشی ها فقط یه مانور کوتاه مدت و بی اثره، شاید هم راهی برای پولشویی و خلاف های اقتصادی شد. به هر حال حضور لوئیس فیگو، حالا تا هنوز گفتگویی نکرده با رسانه‌ها، نمی‌دونیم. به هر حال تو ایران تو این شرایط بد اقتصادی مردم، خبرهای اختلاس‌های میلیارد دلاری که شنیده میشه برای ورزش ایران یا برای اقتصاد ایران چیزی جز زیان نداره. اون چه که الان مردم خیلی در موردش گفتگو می‌کنن که این چه شرکتیه؟ آیا همون شرکتیه که در موردش حاشیه‌های زیادی بود در زمان اعتراضات سراسری؟ آیا اون شرکت لبنیاتی هست؟ و مهم این هستش که به هر حال حضور ستاره های مثل لوئیس فیگو، کارلوس پویول که اجازه ندادن به خاطر موهاش جلوی صفحه تلویزیون قرار بگیره، بعدا باشه مسابقه دیگه که عادل فردیسبورگ، یا ستاره دیگه مثل ساموئلتو و دیگران که ازشون نام بردم، همه در شرایط کنونی با نگاه بدبینانه ای بهش نگاه میکنن کارشناسان ورزشی، کارشناسان
مسائل داخل ایران، خصوصا در شرایطی که واقعا از نظر اقتصادی و از نظر اختلاسایی که اتفاق میفته، خبرهای ناگواری که هست، چند صد میلیاردی اونها واقعا برای ورزش ایران که هیچ بازدهی نداشته، برای اقتصاد ایران هم بعیده که بازدهی داشته باشه.